توی جلسه پیش ما یاد گرفتیم که چطوری باید توی سرچ باکس کلیک کنیم و اون عبارت که مورد نظرمون هست رو بنویسیم و سرچش کنیم. حالا توی این جلسه میخواییم چیکار کنیم؟ توی این جلسه میخواییم یاد بگیریم که چطوری باید با صفحاتی که هرچی اسکرول میکنیم بیشتر محصول توش وارد میشه رفتار کنیم. من الان وبسایت تروب رو بیارم تا قشنگ متوجه بشیم که قصه چطوریه. یه صفحه رندوم آوردم. ببینین شما هر چی که صفحه رو به سمت پایین بکشین محصولات بیشتری براتون لود میشه. حالا برای اینکه اسکریپ کنیم ما میایم و همه اون محصولاتی که موجود هست رو توی صفحه پیدا میکنیم. در اصل سیستم تقریبا نمیتونه که اسکرول کنه و خب همونطور که توی سلنیوم دیدین ما با استفاده از اگزیکیوت میمدیم و اسکریپت رو مینوشتیم. حالا یه نکته که وجود داره اینه که توی پارس هاب همچین قابلیتی وجود داره که بتونیم ما اسکرول کنیم به سمت پایین. من دوباره صفحه رو بیارم، از همون جایی که قبلا رها کردیم باز میکنیم، توی این قسمت میایم کلیک میکنیم و اسکرول رو انتخاب میکنیم. میبینین توی این قسمت برامون یه باری باز شده، تنظیماتی باز شده که ما میتونیم جابجاش کنیم. اگه میخوایم به سمت بالا اسکرول کنه که اینو تیک میزنیم، ولی خب نکته اینه که ما داریم از بالای صفحه شروع میکنیم دیگه، درنتیجه باید بیاد به سمت پایین، هی بیاد پایین و پایین تر. میگه چند بار ریپیت ادامه پیدا کنه. من میگم که مثلا حالا چون الان میخواییم که کار رو انجام بدیم، مثلا میگم 6 بار بیاد و اسکرول کنه پایین. میگه چقدر صبر کنه توی هر چیز اسکرولش. من میگم که خب 5 ثانیه صبر کنه. دقت کنید که واحدش واحد ثانیه است. میگم خب 5 ثانیه صبر کنه بعد اسکرول بعدی رو انجام بده دوباره. یعنی این 6 بار میاد و اسکرول رو برای ما انجام میده. اوکی درسته؟ خب اوکی من برگردم اینجا، نه اینجا درسته، و تست ران رو انجام بدیم. فکر کنم که الان دوباره اون صفحه رو امکان داره بیاره. بله خب اوکی، از اینجا شروع کنه و انجام بده. خب بعد از اینکه حالا رفت توی اون صفحه و نگاه کنید الان داره وارد میکنه، من اینو میارم بالاتر که اون چیزهایی که داره اسکریپ میکنه رو با هم دیگه ببینیمش. الان نگاه کنید تو این مرحله است، میبینید آبی شده. خب یه چند ثانیه صبر میکنیم. من اینو یه کوچولو میارم بالا که حالا ذخیره ها رو ببینیم که چه اتفاقی داره برشون میفته. الان رو نیمه، بعد میره روی URLش، بعد میره رو قیمتش، بعد دیگه میاد و اسکرول رو انجام میده. درسته؟ یه کمی یه چند ثانیه دیگه میاد پایین. ستاش رو که بعد اسکریپ کنه بعد میاد پایین. درسته؟ خب میبینید اینجا هم برای ما همه اطلاعاتی که اسکریپ کرده رو آورد. میبینید این محصولات اینجا برای ما تغییر کرد چون که یه کوچولو اومد پایین، یعنی یه دونه رو انجام داده برای ما اسکرولمون رو. شما میتونید خب تعدادش رو بیشتر کنید اسکرولاتون رو که همه محصولات اسکریپ بشن، ولی خب نکته که وجود داره همونطور که میبینید خیلی خیلی تایم نسبتا زیادی میره واسه اینکه اون محصولاتی که میخواین همش اسکریپ بشه و ذخیره رو انجام بده براتون.